سلام رفقا، من محمد امین از فارسی گیم تیوی هستم و در ویدیو امروز نگاه اجمالی میندازیم به ترسناکترین دخترهای شبحی که میشه در یک بازی باهاشون روبرو شد. اما چرا دختران شبحی خاص هستن؟ خب ارواح زن در ژانر ترسناک خیلی رایج‌ترن تا ارواح مرد، شاید به خاطر موفقیت فیلم‌های مثل کشینه و حلقه باشه. پس با چیزایی که گفتیم یه نگاهی میندازیم به بازی‌های وحشت‌آور روبرو شدن با روح دخترها. قبل از دیدن ویدیو یادتون نره لطفاً ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید تا ویدیوهای جدید رو از دست ندید. در اینستاگرام هم مطالب متفاوتی میذاریم، پس اونم فالو کنید. حالا بریم سراغ ویدیو. آلما از بازی فیر. بنا به دلایلی از بچه‌ها برای شبح‌های ترسناک استفاده می‌کنند و این یکی از دلایل بیشماریه که آلما از ترسناک‌ترین شبح‌های داخل بازی‌های فیر هستش. متولد شده تا از شرکت فناوری شوم آرماکن مراقبت کنه. آلما کودکی سختی داشت و تحت آزمایشات دقیقی برای آزمودن توانایی‌های روحی مرموزش قرار گرفت. بدتر اینکه پدرش یعنی رئیس آرماکن اونو برای این تست‌ها داوطلب کرد. به خاطر قدرت‌های زیادی که به دست آورد، تقریباً غیرقابل کنترل شد. دختر در 8 سالگی به کما رفت و در جای امنی از ارتباط با انسان‌ها جدا شد و منجر به این شد که پدرش حمایت از زندگیشو کنار بذاره و روح اون حالا در اون شرکت آرماکن پرسه میزنه. در بازی اون معمولاً درست جلوی چشم بازیکن ظاهر میشه، وقتی که اونا اصلاً توقعشو ندارن و توانایی اینو داره که باعث بشه سربازان خود به خود در حمام خون بسوزن. اون به هر دو شکل دختر بچه و همچنین یک زن جوان ظاهر میشه. هر دو ظاهرش خیلی ترسناکه و شما هیچ وقت نمیدونید که اون کی باز ظاهر میشه. در این داستان غم‌انگیز و ناخوشایند اونو به یک شبح کاملا ترسناک تبدیل میکنه. اسپسیمن 4 از اسپوکی جامپ اسکر منشن. گرچه این کارتونی به نظر میرسه، ولی یه بازی ویدیویی صمیمانه و خانوادگی رو به تصویر میکشه. اسپوکی جامپ اسکر منشن پر از مناظر و صداهای ناخوشاینده و لحظات خیلی ترسناکی داره. ما در این بازی در یک عمارت قدیمی زندانی شدیم که به عنوان یک آزمایشگاه تحقیقاتی برای یک لیست بلندبالا از انواع هیولاها فعالیت میکنه. یکی از اینا دختر شبحیه که به عنوان اسپسیمن 4 شناخته میشه. ما در ابتدا اونو در طبقه ای از عمارت که ظاهر شبیه مدرسه است میبینیم. همونطور که در کلاس های ترسناک حرکت میکنیم، سایه های بقیه ارواح با نور چراغ قوه نمایان میشه. روی صندلی نشستن و در سکوت ما رو قضاوت میکنن. با این حال وقتی اسپسیمن 4 خودشون نشون میده، همه چیز واقعا ترسناک میشه. با بیرون اومدن اون از تاریکی، موسیقی ترسناک و دلهره‌آوری شروع به پخش میشه. اگه ما موفق به فرار از اسپسیمن 4 نشیم، اون ما رو کاملا میبلعه. حتی یه ورژن ترسناکتر از اسپسیمن 4 برای حالت انلس بازی وجود داره. اون حالا اندامهای مختلفی داره که از پشتش روش میکنن و دهنش باز میشه و پر از دندونهای تیز و برنده میشه. آگاتا از دارک دیسپشن. در بحث دختران مدرسه‌ای، بحث بعدی ما هم به این گروه برمیگرده. اسمش آگاتا و ظاهرش خیلی هولناکه. آگاتا دستای بلندی داره و پر از زخم و جای سوختگیه و در انتهای این دستا انگشتان کشیده و شاخه مانند داره. اون در راهروهای مدرسه حرکت میکنه. اون در تمام مدت نیشخند گشادی هم میزنه. آگاتا بخشی از گروه بزرگ شیطانی در بازی دارک دیسپشن هستش. یک بازی ترسناک که از فرمول کلاسیک پکمن استفاده میکنه. برای فرار از دست اون باید تمام روحایی که در اطراف پناهگاه اون هستن رو جمع کنید و بعد از این کار میتونید از در خروجی بیرون برید. آگاتا از طریق این راهرو از ما پنهان میشه و با همون قایم موشک بازی میکنه. تمام کاری که میخواد انجام بده بازی کردنه. شما نمیخواید که به دست این دختر بچه گرفتار بشید، میخواید؟ دانش آموز نفرین شده از هوم سویت هوم. هوم سویت هوم یه بازی ترسناکه که بر اساس سنت‌های سفت و سخت و فرهنگ عامه ترسناکه. ما در نقش یک مرد بازی می‌کنیم که در اتاقی عجیب بیدار میشه و هیچ ایده‌ای برای اینکه چطور به اینجا رسیده نداره. همونطور که داستان‌های ترسناک ارواح و اشباح مختلفی نشون داده میشه. نشون دادن چیزهای افسانه‌ای باعث میشه تا بترسیم و نتونیم توی بازی پیشرفت کنیم. ترسناک‌ترین اونا یک دختر نوجوان غرق در خونه که با مرگ نفرین شده. چون اون وقتی زنده بود می‌خواست دیگران رو با جادوی سیاه نفرین کنه. رسوم جادوی سیاه اون شکست میخوره و حالا اون زندگی بعد از مرگش رو تسخیر شده و غرق در خون میگذرونه و برای عذاب دادن دنبال بقیه روحای اونجا میگرده.
اون میتونه حتی از حفره‌های خون روی زمین و دیوارا بیرون بیاد. اون زیر لب زمزمه میکنه و صدای بدی در میاره تا ما رو شکار کنه. زن در حال سقوط از بازی فیتل فریم 2. زن در حال سقوط در فیتل فریم 2 ظاهر میشه، بازی که ما باید از ارواح عکس بندازیم تا اونا رو نابود کنیم. نام اون از نحوه مرگش گرفته شده. خودشو از طبقه آخر این خونه پرت کرده و روی پله‌های طبقه پایین سقوط کرده. ما اونو دقیقاً در مقابل چشمانمون در حالی که خمیده شده میبینیم. این منظره خوفناک با جیغ شکنجه‌آورش دیده میشه و موهای آویزون شده اون با موزیک پس زمینه هولناک‌ترین صحنه‌های ارواح دختره که در این ویدیو میبینیم. سینتیا از سایلنت هیل 4. سایلنت هیل 4 داستان هنری تاونسنت رو روایت میکنه، کسی که شروع به تحقیق در مورد کشتار قاتل زنجیری والتر سالیوان میکنه. بسیاری از قربانیان والتر هنری رو در آپارتمانش دنبال میکنن و کابوس اون هر شب سراغش میومد. یکی از قربانیان سینتیا والکوئز هستش. بعد از دیدن مرگ سینتیا، هنری بعداً در داستان جسد در حال تجزیه اونو در مترو پیدا میکنه. چیزی که بعدش اتفاق افتاد واقعاً ترسناکه. حالا روح سینتیا در اطراف پرسه میزنه و از سوراخ‌های دیوار بیرون میاد و هر قدمی که هنری در مترو برمیداره شکارش میکنه. اون حتی گهگاهی در آپارتمان هنری پیداش میشه تا بترسوندش. در سایلنت هیل 4 کلی روح وجود داره که سینتیا به طور قطع از همه ترسناکتره. جین اکسپریویتی در بازی لاس این ویو. در ادامه با موضوع مترو، دختر شبحی بعدی ما در این محیطه. روح جین اکسپریویتی در سبک بازی PS1 ترسناک در بازی لاس این ویو ظاهر میشه. ما یه جفت کفش در کنار ریل مترو پیدا میکنیم. این برای روحی عذاب کشیده است وقتی که تصمیم گرفته به زندگیش پایان بده. ما وقتی قطار در بازی به اون برخورد میکنه، صدای شبح‌دور از جیغ اونو میشنویم. حالا روح تسخیر شده در راهروهای ایستگاه مترو ظاهر میشه. با این حال در بیشتر اوقات که ما با جین تسخیر شده در این تونل روبرو میشیم و این شکل ترسناک رو میبینیم، او در نهایت وقتی ما داشتیم به شکلی که اون مرده بود میمردیم، قطار رو متوقف کرد و ما رو نجات داد. در این مرحله او به عنوان یک شبح در بازی به شکل عادی و انسانی ظاهر میشه. یکی از معدود ارواحان این لیست که برای گناهانش دنبال رستگاری بود. جو آن گراج از کایاکو سایکی. این بازی بر اساس یکی از ترسناک‌ترین فیلم‌های ارواح در تمام زمان‌ها در این لیسته. جو آند گراج کاور بازیش یه خونه تسخیر شده است و البته دلیل خوبی هم داره. موقع جستجوی مکان‌های مختلف از جمله بیمارستان، کارخانه و خانه‌های تسخیر شده ذکر شده، ما تحت تاثیر روح نفرین شده کایاکو سایکی قرار می‌گیریم. کایاکو توسط شوهر حسودش کشته شد که اعتقاد داشت اون با معلم پسرشون رو هم ریخته. او گردنشو شکسته بود و بدنشو در کیسه در اتاق زیر شیروانی گذاشته بود. کایاکو حالا که نفرین شده افراد مختلف رو شکار میکنه. وقتی نزدیکمونه صدای خشخش و ترسناک میشنویم. این در نتیجه فشرده شدن گلوش توسط شوهرشه. روح اون در غیر ممکن ترین جاها ظاهر میشه. در انعکاس توی آینه یا موهاش از زیر در نمایان میشه. ما باید برای ظاهر شدن اون در هر زمانی آماده باشیم. چشمای تاریک و بزرگ اون واقعا ترسناکه و اونو به دختر تسخیر شده تبدیل میکنه. دمیت لورانگ از درد اوت. تقریبا مثل بازی فیتل فریم، بازی درد اوت یک بازی هست که با استفاده از دوربین موبایل بر روحای خبیث غلبه میکنه. در طول سفر دخترای مدرسه‌ای، اونا با انواع روحای خبیث زیادی روبرو میشن. اما یکی از وحشتناک‌ترین روحای غول‌پیکر این بازی میلا رانگه که در یک راهروی پایان‌ناپذیر در وسط بازی ظاهر میشه. ما فقط میتونیم با دسترسی به در مخفی از اونجا فرار کنیم و اگه نتونیم به موقع این در رو پیدا کنیم، رانگ ما رو میگیره. هم ظاهر او و هم صدای غیر انسانی که اون ایجاد میکنه واقعا کابوسواره. بونگ چانگ دانگ گوست. دختر شبحی بعدی ما یک بازی ویدیویی مستقل نیستش، بلکه یک بازی تحت وب تعاملیه.
این افسانه محلی شوم داستان یک دختر بچه مدرسه کره‌ای رو میگه که یه روز از تنهایی میرفت خونه که در خیابان با زنی تنها روبرو میشه. با نزدیک شدن زن، دختر مدرسه‌ای میفهمه که زن عجیب و غریب بدنش فلج شده و شکسته. دختر راهی که اومده رو برمیگرده، اما دیگه خیلی دیر شده. اون با روح بانگ چانگ دانگ روبرو شده. چیزی که این داستان و رویارویی با روح خیلی ترسناک میکنه، کنترل کامپیوتر کاربران بودش و دقیقاً زمانی میرسه که دیگه خیلی دیره تا دختر راهشو برگرده. خواننده هم میفهمه که دیگه اونم نمیتونه برگرده و همینطور صفحه ها به طرز وحشتناکی میره جلو. روح این زن میپرسه که بچهش کجاست و وقتی اون توسط دختر مدرسه وحشت زده رونده میشه، بعدش به نظر میرسه ناپدید شده، اما لحظاتی بعد از اینکه فکر میکردیم رفته یه دفعه ظاهر میشه. وبسایت هم بعدش وایرال میشه و هنوزم از این افسانه خاص محلی به عنوان یکی از ترسناکترین بازی های موجود در اینترنت صحبت میشه. دختر در پاسیفای. در کمال آرامش ما در مورد یک خونه قدیمی ترسناک تحقیق میکنیم. با روح دختر روبرو میشیم که وقتی دنبال 9 تا عروسکیم روبروی ما ظاهر میشه و به ما خیره میشه. فقط با سوزوندن این عروسکاست که میتونیم روح این دختر رو دور کنیم و اونو به آرامش برسونیم. به هر حال هرچی ما بیشتر در این خونه کنجکاوی میکنیم این بچه شرورتر میشه. سرانجام ناله کنان و فریاد زنان اون ما رو از اتاقی به اتاق دیگه وحشیانه دنبال میکنه. در حقیقت داستان پشت پرده این دختر باعث میشه خیلی ترسناکتر بشه و اینطوریه که رویارویی با اون روح در این لیست جز ترسناکترین قسمت ها هستش. هاوس میسترس وایت دی. وایت دی یک تجربه تحقیقاتی ماورالطبیعی هستش که ما پس از ساعتها نقش دانش آموزی رو بازی میکنیم که در یک مدرسه متروکه محبوس شده. بسیاری از موجودات وحشتناک روی دیوارهای این مدرسه پیدا میشن. با این حال به خاطر این ویدیو باید فقط روی یک کدومشون تمرکز کنیم و به مراتب وحشتناکترین اینا باید ارباب خونه باشه. وقتی که زنده بود از این زن به عنوان ببر یاد میشد، چون اون دانش آموزانش رو تنبیه میکرد. مثلا دانش آموزان دخترش رو با قیچی تیکه تیکه کرده بود. روح اون ویژگی های بعدش رو نگه داشته و پشت بازیکن یه دفعه ظاهر میشه. زمانی که در دستشویی دختران به آینه نگاه میکنیم یا موقع خروج از دستشویی با اون دیدار میکنیم. چیزی که باعث دلهوره میشه شنیدن صدای قیچیه که بارها و بارها شنیده میشه و وقتی اینو میشنویم باید بدونیم این معلم ترسناک همین نزدیکی ها آماده حمله است. لیزا از پیتی. پیتی به عنوان یکی از ترسناکترین بازی ها در تمام این دوران شناخته شده. کاملا بازی دیوونه کننده ایه. با این وجود که این فقط نسخه دمو بود، این یکی از ترسناکترین دختران شبحیه. اسمش لیزاست. در حالت انسانی بلند قده، با یک لبخند و چشمانی که یکیش سوراخه، چون شوهر مسش عصبی شده و بهش شلیک کرده. وقتی در راهروهای پیش در پیش اون خونه قدیمی جستجو میکنیم، لیزا در هر پیچی در کمین ما هستش. حضور ترسناک اون با یک حالت وحشتناک مشخص میشه. اون در غیر ممکن ترین مکان ها ظاهر میشه. یه وقتایی پشت سرمونه یا در بالکن بالا سرمون وایساده یا بیرون از خونه وقتی داریم جستجو میکنیم به همون زل زده. همونطور که قبلا گفته شد، پیتی به خاطر فضای مملو از ترس خودش مشهوره و جوی داره که مانع از این میشه که بازیکنان بازی رو تموم کنن. این به خاطر لیزا و بچهای کابوسوارشه. همونطور که میبینید اون جایگاه خودش رو در بالاترین جایگاه ترسناکترین بازی های ویدیویی با موضوع دختران شبحی به دست آورد. خب دوستان، به پایان این ویدیو رسیدیم. امیدوارم که لذت برده باشید. اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و نظرات خودتون رو با ما به اشتراک بذارید تا در آینده ویدیوهای بیشتری تولید کنیم. تا ویدیوی بعدی روز خوبی داشته باشید.